برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. واحدهای امنیتی، خدماتی و بهداشتی در بیانیه‌های جداگانه موفقیت آمیز بودن طرح‌های خود برای مراسم روز عاشورا و عزای توبریج را اعلام کردند. دبیرخانه عتبه حسینی از موفقیت آمیز بودن طرح ویژه مراسم زیارت عاشورا و عزای توبریج خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در بیانیه دبیرخانه عتبه حسینی آمده است که طرح ویژه مراسم عاشورا و به خصوص عزای توبریج با موفقیت انجام شد. زرتشتیان در طول محرم و سفر چه در ایران و چه در خارج از ایران هیچگاه مراسم عروسی و یا نامزدی و مراسم‌های شادی را برگزار نمی‌کنند، چون اعتقاد دارند برگزاری شادی در ماه محرم و سفر برایشان نامبارک است. زنان و مردان سپیدپوش زرتشتی در کرمان با حضور در آتشکده گرد هم می‌آیند و برای امام حسین علیه السلام و یارانش به سوگواری می‌پردازند. آنها امام حسین علیه السلام را داماد ایرانی ها می دانند. انجمن یا حسینیه امام حسین علیه السلام یک مرکز اسلامی شیعه است که توسط پیروان اهل بیت علیهم السلام در ادمونتون کانادا تأسیس شده و هدف آن ترویج آموزه های تشیع در این منطقه و ارسال آن به سراسر جهان است. با افزایش مشارکت اعضای جامعه در مناسک و مراسم مذهبی، اعضای جامعه اسلامی ادمونتون تصمیم گرفتند یک مرکز اسلامی شیعیان را به عنوان حسینیه تأسیس کنند تا امکانات اولیه برای برگزاری نماز و مراسم اسلامی و مذهبی فراهم شود. در پی اتخاذ این تصمیم، پس از مدت‌ها ارتباط و مذاکره خادمان اهل بیت علیهم السلام، اساسنامه و آیین‌نامه تدوین شد و اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی انتخاب شدند. ورود خط نسل علیق به اندونزی از طریق تجار و دانشمندان بود. تجار هم که به دلیل تجارت ادویه و سایر کالاها به اندونزی سفر می کردند، این هنر را به مردم محلی معرفی کردند. تأثیرات خط نسل علیق در هنر و معماری اندونزی به دلیل زیبایی و ظرافت خاص خود در هنر و معماری اندونزی مورد استفاده قرار گرفت. در مساجد و بناهای تاریخی اندونزی می توان نمونه هایی از خوشنویسی نسل علیق را مشاهده کرد. این پدیده همچنین همراه با موج جذر و مدی ایمان مسلمانان در اندونزی، به ویژه در دهه 1970 پس از سقوط کمونیسم، گسترش بیشتری یافت. توسعه هنر نقاشی خوشنویسی با برگزاری نمایشگاه‌های ملی در این کشور مورد تأکید قرار گرفته است. رئیس جمهور مالدیو اعلام کرد که دولتش ابتکارات متعددی را برای گسترش دانش قرآن و ترویج اسلام در نظر دارد که به زودی اجرایی خواهد شد. محمد مویزو، رئیس جمهور مالدیو اعلام کرد که دولتش ابتکارات متعددی را برای گسترش دانش قرآن و ترویج اسلام در نظر دارد که به زودی اجرایی خواهد شد. وی همچنین از راه اندازی کلاس های رایگان قرآن در سراسر کشور خبر داد. سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به بحران اقتصادی در افغانستان تحت سلطه طالبان میگویند که برخی از خانواده ها حتی هزینه انتقال بیمارانشان به مراکز بهداشتی را ندارند. این نهاد در بیانیه نوشته است که تقریباً همه کودکان برخی از روستاهای مناطق دوردست افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند. برخی از مادران به پزشکان بدون مرز گفتند که به دلیل تغذیه ناکافی قادر به تولید شیر برای نوزادانشان نیستند.